هر کی تاریخ دوند میدونه در جنوب احوال توجیکا در زیر نظام قبیله‌ای کشیده است. چی است؟ میدونیم طول تاریخ ما 13 بار صاحب دولت ملی شدیم. 13 بار. و همین 13 بار به سبب نبودن فکر ملی، به سبب فکر دینی که ما همه برادریم، کدام ملتی باشه، ما همه یکیم، بگذار کدام باشه، به همین فکر 13 بار دولتداری ملی را از دست دادیم. و سومانیان میگن علمای عزیز، امامان، خطیبان، فقیهان جمع شوید، یک فتواتی همین مردم دولت ملی را حمایت کند. از صحرا قبچوقیان و قرخانی ها هجوم کرده است. ای علما جمع میشن میگن که ببین همون قرخانی هم کلمه شهادت میگن، همون ترکای قبچوقی هم لا اله الا الله میگن، چیزی دیگه جهاد میتونی؟ این تفکر. و هیچ کس نخست دولت سامانیان رفت از دست. دولت ملی ما، پناهگاه ما، این یک حریم است، جای برادری، جای مهمانداری، جای او خیلی همدلیان است. یا که قرقیزان هجوم میکنن، چون که خواهم قرقیزان مسلمان، اما قرقیزان لا اله الا الله میگن، چی جهاد میتونی، چی حمایت میکنی؟ با این فکر نمیشه دولت داری کرده. بسیار مهمان دوست، همه درها باز، همه چهره ها باز، همه استقبال مهمان، مشهور به روایت های مهمان داری. ولی یک مهمان اگر یک روز خونه شما بیاد بگید که برادر عزیزم بیگم رو جوته، وقتی صحبت میکنید چای آوردید، نان آوردید، میگید که مقصدی من از مهمان شدن در خانه تو همین است که تا سحر باید خانه‌ات رو از خود کنم، خودت رو نابود کنم. شما که میبخشید ما مهمان دوست هستیم، یکی هدفی تو با موجودیت من سازگار نیست. این همین گروه افراطی هم که در نظام نامش نشنست که دولت تو را قبول ندارم، ملت تا قبول ندارم، هستی تا قبول ندارم، استقلال تا قبول ندارم، تو باید زیر زبانی من، فرهنگ من، اندشه من باشی، دولتت باید یک دیه های خلافت من باشد. حالی باید به کدام عقل را میگیم مرحمت بیا. برای معن کردن این گروه ها، این مسئله دینی نیست دیگر، مسئله امنیتی نیست، مسئله فرهنگی نیست، مسئله حیاتی بود و نبود این ملت و این دولت است. و ما برای حق داریم که این را اجازت ندهیم. درست است؟ خب قطعاً چرا برای دولت ما اینقدر با احساس گپ میزنیم؟ چونکه اگر همچون ملت اندیشیم، مسئله دولت برای تاجیکان مسئله رقم یک است. مسئله رقم یک، یگان مسئله مهمتر از دولت امروز نیست. چرا؟ چونکه ما اگر یادم خیلی سیری لحظه اینه تاریخی یک چشمه پوشیم، بینیم ما چی دولت ها داشتیم، چی قدرت ها داشتیم، چی سرزمین ها داشتیم، چی فرهنگ و تمدن داشتیم، نیمی جهان در اختیار ما بود. یک همین دولت سامانیان 3 میلیون کیلومتر مربع حدود داشته است. 3 میلیون کیلومتر مربع. اکنون امروز فاجعه ملی ما چی است؟ ما همگی یک فایز خاک تاریخی ما در دست داریم. یک فایز، یعنی حدود جمهوری تاجیکستان همچون دولت ملی تاجیکان، حتی یک فایز خاک دولت ساسانیان نیست. انا مهمان داری. بنابراین ما میگیم که این یک فایزکی که ما امروز در دست داریم، این آخرین شانس، این آخرین جزیره است که تاجیکان در امیجا پناهگاه یافتند، این آخرین امکانیت است که ملت تاجیک میتونه صاحب دولت باشه. این دیگر جای فروختن، دادن، معامله کردن، گذشتن، مهمان قبول کردن ندارن. این آخرین شانسی است. اگر همین یک فایز هم از بین رود، از دست رود، ما دیگر جای نداریم برای بودن همچون ملت. اینه در شمال از تاجیکستان در همین 100 سال آخر 20 میلیون تاجیک تمام شد رفت، هر که تاریخ داند میدونه. در جنوب احوال تاجیکا در زیر این نظام قبیله‌ای کشیده است چی است؟ میدونیم. بنابراین تنها جایی که تاجیکان همچون ملت میتونن آرمان های ملی، ارزش های ملی خود را تطبیق کنند، انمی جمهوری تاجیکستان است. یعنی یک فایزی که باقی مانده است. بنابراین این دیگر حفظ جمهوری تاجیکستان تاریخ داریم، مسئله حیاتی است.
مسئله سیاسی و تندوستی فرهنگی ایدئولوژی نیست، مسئله حیاتی است برای تاجیکان.